نشست های پیرامون پروسه صلح افغانستان. ترکیه اخیراً میزبان نمایندگان از شورای عالی صلح، طالبان و حزب اسلامی است. به نقل از یک عضو اشتراک کننده در این نشست، گفته شده است که دکتر عباس بصیر، نماینده شورای عالی صلح، حاجی دواجان احمدزی و همایون جریر از حزب اسلامی، رحمت الله وردک از دفتر طالبان در قطر و ملا رؤوف و عبدالحلیم از گروه ملا رسول طالبان در این نشست اشتراک کردند. شورای عالی صلح برگزاری نشست را به رسانه ها پذیرفته و اما جزئیات در این مورد نداده است. قرار است این نشست 3 روز دوام پیدا بکند. در کنار این که گفته می شود 3 نشست در ترکیه در همین مورد برگزار شده، اما این نشست را یا این 3 نشست را نتیجه سفر آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به ترکیه می دارد. سلام و بازنگاه، خوش آمدین. من این نظری هستم. ما مهمانان برای بحث بیشتر در این مورد آقای اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح، و آقای سید اسحاق گیلانی، رئیس نهضت همبستگی ملی افغانستان. مهمانان بسیار خوش آمدین، تشکر از اینکه تشریف آوردین. آقای قاسمیار، خبرهای از برگزاری یک نشست در ترکیه به گوش میرسم. با این ترکیب و اشخاصی که تفاوتی که وجود داره که از حزب آقای حکمتیار هم اشخاصی حضور دارن، فکر میکنین که ما بتانیم به مسیر درستتر سوق داده شویم، یا اگر مسیر درست است یک چیز به پیش بریم؟ خب، بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت همه. من عرض بکنم که من به حیث یک عضو شورای عالی صلح، این نشست در از این که از طرف شورای عالی صلح قبلا اعلان نشده یا رسما اعلان نشده و همچنان از طرف حکومت رسما اعلان نشده، یک نشست غیر رسمی میدانم، اما جای داره که استقبال بکنیم از این نشست و امثال از این نشست ها. هر نشستی که او به خاطر تحکیم پروسه صلح دست به کارهای بزنن، ما اونا را مثبت ارزیابی کرده میتانیم، سازنده ارزیابی کرده میتانیم. منتها هنوز هم تا اعلامیه از این نشست صادر نشوه که اونها جزئیات بگوین و ایره بگوین که کیها به نمایندگی از کی هستن، هنوز ما روی مسئله نمایندگی خیلی به طور موثق صحبت کرده نمیتانیم. اما آنچه که بر رسانه ها گفته شده، بر علاوه از این موارد گفته شده که 3 نشست به شمول این نشست در ترکیه برگزار شده، ولی به دلایل از رسانه ها پنهان مانده. ببینین، مثل صلح و نشست های و تماس های مستقیم و غیر مستقیم و آشکار و نهان، از خود نزاکت های داره و واقعا هم ظریف هستند. اگر به موقع اینها اعلان نشند و قبل از وقت اعلان شود، یعنی پخته نشده باشند اعلان شوند، ما عقیده داریم که این عوض خیر شر می رسانه. یک مثال تاریخی شو به شما بگم. مثلا از کلانای رهبرای از طالبا، چندین سال پیش یک نوع تمایل نشان دادن به مذاکرات و صحبت ها شد روی از اینکه اینا حاضر به مذاکره هستند، افتادن به زندان. بسیار سالها را به زندان بیچاره تیر کردن یا مشکلات دیدن. خب، میخوام بگم که به موقعش، وقتی که ما ابعادش هم روشن شوه، ما یقین که ما هم و شما هم ایره به آگاهی مردم عزیز ما میرسن. تشکر. آقای گیلانی، بحث پادرمیانی بگوییم از جانب ترکیه، در یک تصویر کلان برای گمشده که دولت و مردم افغانستان دنبالش هستن که اصول و ثبات است، ترکیه چه نقش میتونه داشته باشه؟ با این تفاوت که هرچند آقای قاسمیار گفتن که تا بال رسما اعلان نشده این نشست، اما نمایندگان از حزب اسلامی میرن در اشتراک میکنن از دو طرف طالبان، و در کنار از این حکومت افغانستان هم به شورای عالی صلح نماینده میفرستن. با این تفاوت ها چیز بیشتر و روشنتر به نظر شما دیده میشه در قبال مسئله پروسه صلح؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما. سلام به استاد قاسمیار صاحب.
و به ملت نجیب افغانستان. همایون جریر دوست بسیار عزیزم است، مدت طولانی است که ما همدیگر را میشناسیم و چندین بار راجع به این مجلسی که در ترکیه میشد ما صحبت های داشتیم و جریر آدم است که همیشه کوشش میکنه که به خاطر صلح یک کاری شوه. آدم است خیرخوا و هیچ وقت هم خود نمیخواه که زیاد مطرح کنه. حالا که این مسئله در مطبوعات آمد، قبلا آقای جریر چندین بار سفر کرد به ترکیه و در اونجا امرای نماینده طالبان ملاقات داشت که این ملاقات ها بسیار غیر رسمی و نه از طرف حزب اسلامی بوده و نه از طرف شورای صلح. این کوشش یک فرد است که به خاطر آوردن صلح در افغانستان کار میکنه که این باید از استقبال شود. هر حرکت صلحی که در افغانستان به خاطر مردم افغانستان، به خاطر آرامش افغانستان باشه، ملت افغانستان باید سر استقبال کنند. این مجلس هم ترک‌ها در این هیچ رولی ندارن، این مجلس بیخی شخصی است و اگر حکومت ترکیه این صلاحیت به خود بگیره و دعوت کنه از طرفای مخالف و موافق که در افغانستان هستن و در کوه هستن، من فکر میکنم باز بهترین نماینده امو شورای صلح هست که هیئت خود روان کنه، در ضمنش امو کسایی که امی زمینه را مساعد ساخته که با یک صحبت کلان میشه که مشکل یا معضلی که ملت افغانستان هم روز امرایش رو بروز که این حل شد. خب در مسائلی که اگر بخوایم در بحث صلح یک تصویر کلانتر را ایجاد بکنیم، چرا در 15 سال ما نتانستیم که در واقع راه روشنی برای صلح با مخالفین مسلح دولت افغانستان را ایجاد بکنیم و به مو روشنی و پیش بریم؟ بسیار به موقع امی سوال است که چرا ما نتانستیم. مملکت های دهی دخیل هستند، اونا اجازه نمی دادن که صلح شود، اجازه نمی دادن که افغانستان سر پای خود استاده شود. به درجه اول همسایه های ما، به درجه دوم همسایه های دور و بسیار مملکت های دور که در اینجا 150,000 عسکرشان بود و بر از اونا یک مانور نظامی بسیار مقبول بود که دیتور یک مملکت کوهستانی اونا مانور خود داشته باشن و اهداف و یا مقاصدی که برای سیاست های خود داشتن، به خاطر از اون همین جنگ تشدید کرده رفتن، یک مقدار گروپ های بیگانه دیگر پیدا کردن، بر از اونا را تغذیه کردن و پول دادن، اسلحه دادن که جنگ کنن. یک وقت تنها ما آواز از القاعده و اسامه بن لادن میشنیدیم، ولی بعد از 11 سپتامبر تمام از اینا از افغانستان خارج شدن، هیچ کسی نبود. ما بیاد داریم که جنرال آلن اگر اشتباه نکرده باشم، او گفته بود که ما 11 جای مراکز نظامی میخواییم از افغانستان. وقتی که سوال شده بود از پیشش که چی تعداد از القاعده در افغانستان است، گفته بود 80 نفر. یک سال بعدش که دیگه جنرال آمده، او میگه که ما 11 جای مرکز میخواییم و تعداد القاعده 40 نفر است، دیگراش کشته شده. برای 40 نفر 11 مرکز نظامی که در هر کدام از او 20,000 نفر باشه، یعنی من فکر میکنم که این نه تنها برای بزده القاعده بده، بلکه برای ازمو افکاری که خودشان داشتن که در اینجا یک پایگاه داشته باشن. دست بیگانه در اینجا بسیار دراز بوده، حکومت افغانستان بسیار صلاحیت نداشته، هم حکومت آقای کرزی و هم حکومت آقای اشرف غنی صلاحیت های ما تا به حال رو به دست بیگانه است. هر وقتی که اونا به مقصد خود رسیدن و باز خواستن که در افغانستان صلح شود، بسیار به زودی میتونن که اینا زمینه صلح برابر کنن. شما هیچ وقت شنیده نمیتونین که کسی راجع به صلح صحبت کرده باشه، فقط حاکمانه بیاین شما قانون اساسی را قبول کنین، بیاین شما در اینجا کار کنین، بیاین ما اینجا بر شما زندگی را مهیا میکنیم. این رقم نمیشه. اونا یک عقیده دارن و به خاطر عقیده خود میجنگن و به عقیده شان باید از احترام شود، امرایشان صحبت شود. امروز افغانستان مهماندار یک تعداد زیاد از
ملل متحد است که برای همه ما جای بسیار خوشحالی است که دفعه اول است که میتونه یک هیئت عالی رتبه از طرف ملل متحد میآید و در اینجا خود آگاه میسازه که در افغانستان چی میگذره. من امیدوار هستم که اینا تنها اکتفا به ارگ و سفیدار رو اینجا نکنن، امرای مردم افغانستان، امرای احزاب سیاسی و امرای شخصیت هایی که در روزهای خوب و بد افغانستان شامل بودن، امرای زینا صحبت کنن و بشنون که در افغانستان چی میگذره. آقای قاسمیار، بحث دخیل شدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به پروسه صلح یکی از موارد بسیار مهمه که گفته می شد کمک آقای حکمتیار به پروسه صلح افغانستان و آوردن طالبان و یا کمک به آوردن طالبان به میز مذاکره با صلح بود. اما فکر می کنین که آقای حکمتیار اما مؤثریت لازم در قبال کشانیدن طالبان و ارتباطی که با طالبان داره به میز مذاکره بوده باشه تا الحال، یا شما چیز دیده باشین؟ خب بیایم جمله ریت آغاز بکنیم که امیدوار هستیم که پیوستن حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار، البته عمو بخش از حزب اسلامی که رهبریش انجینیر صاحب حکمتیار دارن، اینها بتانن کمک بکنن به پروسه صلح و از تماس ها و روابطی که داشته باشن و یا نفوذی که متقابل یا یک طرف بالای دیگه داشته باشه، از اون نفوذ به نفع تقویت پروسه صلح استفاده شد. این امید ما هست که حتی یکی از انگیزه هایی که ما موافق شدیم به این که یک پروسه صلح که آقای حکمتیار و نماینده های با صلاحیتش ما به پیش ببریم و بالاخره به یک موافقتنامه رسیدیم که اونو عمدتاً هم اجرا شده. شما بحث کمک آقای حکمتیار را امیدواری میکنید و ظاهراً مردم افغانستان از این امیدواری ها خبر خوش تا الحال نشنیدن. طرف مقابل که شما ازشان امید میکنین تا الحال هیچ اقدامی نکرده؟ ببینین یک اشاره بسیار دقیق داشتن جناب آغازه، او به این بود که واقعا ما باید متوجه پیچیدگی موزل افغانستان باشیم و این که ابعاد گوناگون داره. به همین راستایی که اینا صحبت کردن یک بخشش ما میخواییم ببینیم وقتی که طالبا رژیمشان سرنگون شد در کشور توسط قوای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده امریکا که پشتش آیسف آمد، پشتش ناتو آمد، طالبا برشان عسکر جنگی بسیار کم مانده بود، چند صد تای مانده بود، خیلی اینا تلفات داده بودند، حتی حاضر بودند که ما دیگه از جنگ دیگه دست میکشیم، ما را قبول بکنین، ما میاییم، حتی دیگه تفنگ نمیگیریم، به سیاست هم دخالت نمیکنیم. خب متاسفانه امی ندای خوب از اینا را که لبیک نگفت، برعکس جواب بر از اینا دادن، بندیگیری های از اینا شروع شد، مثلا اینها به انواع به اصطلاح خشونت ها علیه از اینا به کار رفت که اونا خود تقویه کرد. من گپ من اینج بود، ببینید شروع از اینا با چند صد تا بعد از سقوط بود، حال به چند بالاخره چند هزار شدن، حال به چند ده هزار شدن. چطور؟ آیسف هم اینج بود، ناتو هم اینج بود، اما اینها رشد کردن، اینا نمو کردن، عوضی که کم شوند زیاد شده رفتن. از صحبت های شما طور معلوم میشه آقای قاسمیار که با بخش دیگه از صحبت های آقای گیلانی موافق هستین که بله. بیشتر تطبیق برنامه هایی که اونا داشتن بله بله. مد نظر بوده تا ای که بحث صلح و ثبات در افغانستان موافق هستین؟ اما یعنی آمریکایی ها صادق نبودن در قبال موضوع صلح و طالبان؟ به هر حال کمک نام نمیگیریم، اما ما دشمنای دوستنما داشتیم که اینا قدرت خود به ضعف ما جستجو کردن و آبادی خانه خود به خرابی خانه ما جستجو کردن. ما ایتو دشمنای دوستنما داشتیم.
و در قبال مسئله آقای حکمتیار میخوایم بار دیگه تاکید بکنم، تا الحال کمک رسمی که به شما در حصه گفتگوها یا مذاکرات با طالبان شده باشه از جانبشان صورت نگرفته؟ ما هنوز به جریانش نیستیم، امیدوار هستیم که در آینده مسائلهای عملی داشته باشیم. گپ دیگه را که آقای گیلانی مطرح کردن که فراموشم نشه، حاکمانه بودن خواست آمدن طالبان به میز مذاکرات صلح است، و دومینا گفتن که اونا دارای یک قاعده هستن که در مذاکرات یک اصل است که باید به جانب مقابل احترام شود، چون این چیز دیگه دیده نمیشه. شما موافق هستین که تا الحال تا جای کار که آمدین بسیار حاکمانه با طالبان صحبت کردین و احترام به قاعده نبودن؟ ما دعوت خود به صلح، ما متکی به کلام بر حق ایزدی موندیم و صلح و خیر. وقتی که خدای ما میفرماید که در صلح خیر است، این خیر نمیگه تنها به یک طرف، این خیر باید به همه باشه. از این خیر صلح اطفال افغانستان، زنها در افغانستان، جوانها در افغانستان، اقوام در افغانستان، همه باید به خیر برسند، و همچنان طرف مقابل ما که مذاکره میکنه اونا هم خیر برشان باشه. کلام خداست. تشکر. باید یک خیر همه جانبه باشه. هر چند شما گفتین نشست، این نشست غیر رسمی بوده میتونم گفته آقای قاسم یار، این نشست درست در وقت صورت برگزار میشه که فشار جدی و لازم بالای پاکستان وجود داره از جانب آمریکا، و این حال فکر میکنین این نشست ها بتانه، این نشست های حاشیه‌ای بتانه به رابط افغانستان آمریکا، افغانستان پاکستان و آمریکا پاکستان تاثیرگذاری داشته باشه و یک جهت خوب برای مسئله صلح و ثبات افغانستان داشته باشه؟ شما می‌بینید که واکنش‌ها یا جنگ دیپلماسی مطبوعاتی بین پاکستان و آمریکا خیلی گرم است، حتی به مسائل عملی رسیده. من برای شما موافق هستم، ولی یک چیز باید فراموش نکنیم که این مسئله وطن خود ماست و از افغان‌های خود ماست. ما تا افغان‌ها خودشان به صلح مصمم نشن و فکر نکنن که صلح بر خیرشان است، ما فکر میکنم که هیچ بیگانه به خاطر ما دلش نمیسوزه. اول باید ما مشکل خود در خانه حل کنیم. این حرکت هایی که به خاطر صلح در جای مختلف میشه، این رو باید یک مقداری وسعت بدیم. با احزاب مختلف، با قوم های مختلف، با شخصیت های مختلف این را امرای طالبان روبرو کنیم تا اونا قانع شوند که پاکستان و امریکا چی میکنن، با کدام سیاست ها هستن. این موضوع را اونا امکان دار بین خود یا حل کنن و یا ای که بینشان رابطه خراب شوه، که برای ما او بسیار اهمیت نداره. برای ما این اهمیت داره که ما افغان ها چقدر یکی دیگه خود کمک کرده میتونیم، چقدر از یکی دیگه خود پشتیبانی کرده میتونیم و چقدر یکی دیگه خود دوست داریم. اما همین فشار را که امریکا بالای پاکستان آورده، حکومت افغانستان بخشی از دیپلماسی فعال خود مینماید، به این معناست که خواست افغانستان بوده؟ نه، به این صورتی نیست. اگر هر کس به گردن خود میگیره که ما هستیم که کار سر پاکستان کردیم، به صورت قطع، به خاطر که دست ما به این حد دراز نیست. همه کار خود ما را امریکایی‌ها میکنن. لاف ناحق باید از نزنیم که ما این کار را میکنیم. باید از یک مقدار هوشیار باشیم که منافع ما در خطر نفته. ما از منافع خود باید از دفاع کنیم. یعنی فکر میکنین با فشار بالای پاکستان منافع ما به خطر میفته؟ نه، من میگم که اگر سر پاکستان فشار میاد، راجع به افغانستان، سر هندوستان فشار میاد، سر ایران فشار میاد، سر ممالک آسیای میانه فشار میاد، این کلش به نفع ماست. به نفع ما زمانی است که ما باز از او استفاده کرده بتانیم. ولی اگر استفاده کرده نتانیم و بین خود روابط ما به حد باشه که به یکی دیگه خود دشنام بدیم، باز ما فکر میکنم که وقت ما برای غلط رفتیم. از این باید استفاده کنیم. حکومت ما باید از یک مقدار آزادی های بیشتر به شورای صلح بده. شورای صلح هم مقید به حکومت ندانه. شورای صلح اینا باید از یک تخته خیز بر خود ندانن. آزادی مطلق برشان بتن که اینا مذاکرات خود در هر جای میکنن، به هر واسطه میکنن، توسط هر کسی که میکنن، که اینا امرای طالبا بشینن اگر نیت صلح باشه. و اگر نیت صلح نباشه و فقط خواهش همی باشه که مجالس شوه و جنگ شوه و بمهای مختلف در افغانستان استفاده شوه، اسلحه های مختلف بیاید اینجا استفاده شوه که تمام سیستم زندگی مردم افغانستان خراب شوه. ما یک وقتی تنها القاعده داشتیم، بعد از او باز طالبه داشتیم، بعد از او آل داعش داریم و 20 گروه دیگه که خود امریکایی‌ها یاد میکنن.
این 20 گروپ از کجا تولد شد؟ کی اینا را تولد کرد؟ چطور آمد؟ که شورای عالی صلح میگه که طالبان در هر کجایی که دفتر میخواه ما حاضر هستیم برشان دفتر بدیم. دیگه آزادی بیشتر از چی میخواین طالبا یا شما؟ نه دفتر زمان میشه که اینا اول به یک نقطه مشترک برسن. نمیشه که طالب شما بیاین خورشید از اینجا کوچ میکنه، شما بیاین دفترش بگیرین و در اینجا یک مقدار مقدمه کار داره، یک مقدار صحبت کار داره. بعد از او باز اگر دفتر میباشه و یا شامل شدن در حکومت افغانستان میباشه و یا در انتخابات اشتراک کردن میباشه. کلگ از این چیزای بسیار روشن واضح و صفا است که باید سر از این حکومت افغانستان فکر کنن و از هر فرد افغانستان بشنون. ایتو نکنن که یک تعداد استخدام کردن که یک کسی از زبانش اگر برای بعد از او باز اونمو گروپ در فیسبوک های خود شروع کنن به دشنام دادن و همه را به مملکت های بسته کنن که ای ما میفهمیم این کلش بر ما معلوم است که این دفترها در کجا است، چقدر استخدام کردن، چقدر معاش میگیرن و چی هدایت های برشان داده میشه که چطور شخصیت کشی کنین و چطور مردم بیا بسازن. دقیقاً به سوال بعدی به این مورد میپردازم. آقای قاسمیار، شما میبینین که در کنار از این حکومت افغانستان یا دولت افغانستان با شما هست در قبال مذاکرات با طالبان، اما یک بخش دیگه که شامل احزاب سیاسی افغانستان میشه، احزاب فعال سیاسی در افغانستان و از جمله نمونه آقای گیلانی که در این بحث با شما اشتراک دارن، انتقادات بالای حکومت وجود دارن. در واقع در همین روزها و به می وضعیت دولت افغانستان در قبال مسئله صلح مصروف چی است؟ پالیسی مشخص چی است؟ چیزی که تا الحال شده بالایش انتقادات وجود دارن. ارتباط صلح ما یک به اصطلاح سندر تصویب کردیم و به منصه عمل هم قرار داره. او عبارت از امی استراتژی جدید صلح است. در تدوین از این استراتژی ای بار ما از کم و کاستی های گذشته، از دستاوردهای گذشته، از تجارب گذشته به صورت کل و همچنان با دونرها ششتیم و نظرهای از اونها را گرفتیم، با شورای امنیت، با شخص رئیس جمهور، حتی رئیس جمهور قلم رو برداشته، چیزی از مواد از این قلم خود نوشته. به عبارت دیگر یک نوع اجماع هم باید به وجود بیایه. اولا اجماع مردمی ملی خود ما هست که حکومت بیشتر وظیفه داره که باید اجماع ملی رو به وجود بیاره، همونطور که آقا صاحب اشاره کردن، یعنی احزاب سیاسی، نخبه ها، جوان ها، زن ها و جامعه مدنی، علمای دینی، علمای پوهنتونی، اکادمیک، اینا همه به هم یک جا باشند. از اینا بشنویم ما که اینها چی میگن، اینا ما رو چی رقم ارزیابی میکنن. به هر حال ما کم کم آمدیم به یک خط راست میخواییم حرکت بکنیم. یعنی زمانی که بیشتر از یک دهه را رفتن یا تنظیم شدن در خط راست میگیرن، باید 30 سال دیگه منتظر ازی باشیم گفتگوها نتیجه بده؟ به هر حال دیگه شما از ما بهتر میفهمین که موضوع صلح امیت زمان بر است. شما مثلا از باسک خبر دارین، از فلسطین و اسرائیل تا حال نشده 30 سال، 40 سال، حتی امی آی آر ای و انگلیس 30 سال از اینا وقت گرفت که نمیخوایم بگم که ما باید اما قد از سال دوام بتیم، اما سعی کنین خوب بر شما بگم این یک بازی است، یک بازی بزرگ است، امو گریت گیم که نامش شما شنیدین در تاریخ یک وقتی کپلینگ ای گپ زده بود. امروز امی دوام از این بازی رو ما میبینیم. فقط مشکل در کجاست که ما قاعده بازی رو بلد نیستیم. بازیگرها گاگای عوض میشن، قواعد رو دست میزنن. کسانی که کمتر معلومات داره جانب ما هستیم که از قواعد بازی خبر. آقای قاسمیار، گپی نیست که چه زمان را پروسه صلح میگیره. گپ اصلی است که گفته میشه که اراده برای صلح وجود نداره. زمانی که اراده وجود نداشته باشه 13 سال، 15 سال، 30 سال، 40 سال، 100 سال دیگه قرار است برای تا اینکه بالاخره حداقل می اراده و موجودیت داشته باشه. ببینیم سیکو، ما به می خاطر می دایه صلح یک کلان خود مویسفیده که رهبر جهادی بود، استاد ربانی مرحوم و 40 تای دیگر از منصوبین شورای عالی صلح، ارسلان رحمانی و دیگه اعضای برجسته
و از کمیته‌های ولایتی ما به قربان ساختیم به این راه صلح و به امید دعوت خود. لحاظا از ما اراده بالکل خالص است. خب ما خو عرض کردم که ما به کلام انما المؤمنین و اخوتون فعصله بین اخوائکم هستیم و صلح و خیر هستیم و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فعصله بینهما. ما در راستای کلام خدا حرکت میکنیم، صمیمانه حرکت میکنیم، آغوش ما به صلح بازه، منتها انفجار و انتحار به آغوش ما جواب میآید. آقای گیلانی، اخیراً شما در یک مجلس حضور داشتین، گپ‌های یکی از اعضای مجلس بسیار جنجالی شد، واکنش‌ها را هم شما دیدین. من هم می‌خوام به گپ‌ها و به واکنش‌ها بپیچم. زمانی که شما پیشتر در صحبت‌های اخیر سوال ما به ارتباط مصوب گپ‌های اخیرتان است، پیشتر شما از دفترها و از استخدام‌ها و از اینا صحبت کردین. دقیقاً زمانی که می واکنش‌ها را می‌دیدین در شبکه‌های اجتماعی، در پارلمان افغانستان، در هر جای، در ذهن شما چی خطور می‌کرد؟ کسی واقعاً حقیقتی را بیان می‌کرد یا گپ‌های در پس پرده وجود داره؟ حرف دلتون چی بوده؟ این اگر به من اجازه میدادن که در مجلس گپ بزنم، باز من گپ‌های دل خودم در اونجا میگفتم. حالا هم براتون میگم. یک اکثریت از طالبان دا داخل افغانستان هستند. از این منکر شده نمیتونه. اگر نمی بودن، امی کلانشان آله به حیث آمرین ولایتی ولایات کار خود میکنه. صحبت ها باید از اینا شروع شوند، چون ماشین جنگی را امینا پیش میبرند. اگر اینا قانع شوند، اونایی که در قطر بسیار به زندگی راحت دارن و اولادایشان درس میخوانه و در یک فضای بسیار آرام، اونا از این حالتی که سر از اینا بمبارد است و جنگ است و بدبختی است، از این چندان اطلاعی هم ندارن که در اینجا چی میگذره. و اونایی که در پاکستان هستن، اونا هم تعدادشان بسیار کم، محدود و بسیار پاشان. اونا هم امر و نهیشان بالای از این کسایی که جنگ میکنند زیاد نیست، به خاطر که اونا از جای دور نمیتونن بر از اینا نقشه جنگ ترتیب بدن، خود از اینا جنگ میکنن. وقتی که در اون مجلس صحبت شد که یک تعداد از کلانای طالب در افغانستان است و ما باید سمراش صحبت کنیم، مطلب از این کلانای بود که آمرین ولایتی هستن و ماشین جنگی به دستشان است و جنگ میکنن. اما در همین جمع شما در گپای خود یک اکثریت طالبا را در افغانستان قرار دادین و یک اقلیت را در پاکستان، که او را هم گفتین که نمیتونه زیاد دسترسی به این طالبا داشته باشه. پس شما در واقع رد میکنین باز گپای دولت افغانستان از اداره امنیت ملی افغانستان؟ نه، هیچ چیز رد نمیکنم. من بر صفا میگم که در پاکستان طالب وجود داره، هست، اما نه به پیمانی که در افغانستان، است. ولی دیدگاه برعکس حکومت همی است. برعکس حکومت است، به خاطر که حکومت از این جنگ فایده میبره، از این جنگ نان میخورن، از این جنگ صاحب شخصیت شدن، از این جنگ اینا آدم شدن که وزیر و رئیس و اینا شدن. اگر نه اینا رو والا کسی ده هیچ دسترخان میموندن که نان بخورن. اینا سویهشان نداشتن که اینا وزیر شدن. اما اینا خب میگن که ما بخاطر برقراری صلح و ثبات در افغانستان کار میکنیم. دروغ میگن. بخاطر رئیس جمهور افغانستان دروغ میگن. رئیس جمهور هم دروغ میگه. رئیس جمهور اگر دروغ نمیگفت، شورای صلح به این محدودیت نگاه نمیکرد. و در گپای اخیرتان در پاسخ قبلی شما گفتین که استخدام ها و دفترها و شخصیت کشی کی کارو میکنه؟ ریاست امنیت میکنه، شورای امنیت میکنه، خود ارگ میکنه. صدها جوان ما را اخفال کردن، اونا را به پشت فیسبوک ها شاندن و بردشتان دادن و به شخصیت کشی ملت افغانستان کار میکنن. بسیار بر ما واضح هست و جاهایشان هم میفهمیم که در کجا از دفترهایشان. تمام از این چیزهایی که در فیسبوک ها آمد و نسبت به خانواده گیلانی اینا گپ زدن، کل گیشه نمی خود حکومت میکرد و از طرف حکومت بود. اونا با شب میان اونجا همراه ما نان میخورن، صبح میرن و اونجا باز فیسبوکی های خدا میگن. یعنی قبل بعد از اینکه امی گفته ها صورت گرفت و واکنش ها شد، حکومت با شما یک جای غذا خورد؟ یعنی گپی نبود؟ همیش میخورن، بعد از اون خوردن، پیش از اون خوردن، پیش از اون حامد گیلانی در ارگ بود رفته بود، تمام از این جریان هم رایشان صحبت کردن. منظورم بعد از اون است. بعد از اون آمدن، بعد از اون آمدن، چند بار آمدن در خانه ما آمدن، هم رای ما صحبت کردن. ولی وقتی که میرن، کی آمد به خانه شما بعد از اون؟ خود دیگه به های مخ... وقتی که حکومت میگم حکومت هست دیگه. حالا من کلی شخبر شما خب رده های حکومتی خوب وجود داره که امو صحبت بیشتر آقای قاسمیار است که مستنطق نشین، مصاحبه کنین. من برات میگم که
صلح در افغانستان که نشه، صلح را بیگانه برای ما آورده نمیتونه. ما قصدن مسئله امریکایی‌ها را برای شما گفتم که بر 80 نفر اینا 11 مرکز میخواستن، در هر مرکز هم 20,000 نفر. اینا عزایم بد دارن بر افغانستان و هیچ وقت از این عزایم بد خود روی گردان هم نیستن. ما هوشیار شویم. حکومت افغانستانی تو نمیشه که آقای اشرف غنی تمام مسائل میفهمه، صلح میفهمه، جنگ میفهمه، بنجور کردن میفهمه، نمیفهم زراعت میفهمه. این رقم نیست. اینجا افغانستان است، رقم مردم است. اینجا جنگ های صورت گرفته، اینجا قربانی ها داده شده، اینجا لشکر سرخ اتحاد شوروی در اینجا شکست خورده، در مقابل از او 1.5 میلیون شهید داده شده. اونایی که در اینجا قربانی دادن، اونا را امروز کسی لایش باران نمیکنه. وقتی اونایی که پاسپورت خارجی به جیبشان است، همشان وزیر میشه. تشکر، سپاسگزار. آقای قاسمیار، بحث باز کردن دفتر طالبان به کجا رسید؟ اخیراً شورای عالی صلح بحث باز کردن دفتر بر طالبان را صحبت کردن. آیا نقطه مشترک به گفته آقای گیلانی تا الحال یا توافق صورت گرفته تا اینکه بحث باز کردن دفتر دوباره باز شود؟ امی موضوع دفتر اول در قطر مرز کن که شورای عالی صلح هم به وقتش موافق بود و رئیس جمهور وقت حامد کرزی ای هم موافق بود. اما امی چی شد؟ امی فرصت به یک چالش بدل شد. فوراً گرفتن یک لوحه امارت اسلامی را به تعمیر زیاد کردن و یک بیرق امارت اسلامی را بردن که این باز قابل قبول به مردم ما نبود. از او واسطه از موج اختلاف پیدا شد. بعد از اینکه قطر مورد سوء ظن عالی عقد کشورهای عربی قرار گرفته و امریکا و متحدینش، اونا را به زعم از اونها اینا را متهم به پشتیبانی از تروریسم کردن قطر. و خب یکی از مسائل امی دفتر کمیسیون سیاسی طالبا بود در دوحه. خب این مسئله مطرح شد که اینا میرن به اندونزیا، شاید به جاکارتا برن. اونا آماده شده بودن که دفتر بپذیرن. بعد از اون خبر افغانستان آمد که مثلا شورای عالی صلح موافق است اگر اینا میاین به داخل افغانستان دفتر میگیرن، خب از این چی بهتر که امیجی بیاین. بعد از اون باز ترکیه چند دفعه تا حال مطرح شده که دفتر به ترکیه ببرن. به هر حال مهم ای هست که اگر ما نزدیک شویم با هم، یعنی موازی نزدیک شود، نقاط مشترک پیدا شود، مثل که آغاز اشاره کردن که ولو که به هر جا باشه، به هر زمان باشه و به هر مکان باشه، ما حاضر هستیم که برویم مسئله صلح مطرح بکنیم، به خاطر صلح کار بکنیم. تشکر. و در آخر میخوایم بپرسم که چقدر فکر میکنید که ما به مسیری که مردم افغانستان به دنبالش هستن ما به اون نزدیک شدیم؟ هنوز هم که یک دهه بیشتر میگذره انتقادات کلان بالای کار شورای عالی صلح بالای دولت افغانستان وجود داره. به هر حال ما انتقاد را سازنده میدانیم و انتقاد را مفید میدانیم، به خاطر اینکه انسانی که خطا میکنه اشتباهی داشته باشه و اصلاح میکنه. اما ما باید هم بگوییم که خیلی هم کار کرد به همین راستا در پروسه صلح به طرف مردم برد. کمیته های ولایتی به 34 ولایت یا به 33 ولایت خود ما داریم که اینا رفتن و با مردم بشینن و تماس بگیرن با علما و زنا و جوانا و اینها. و البته والی صاحبا شکایت ها وجود داره که اونها این فرصت را به خدمت خود بیشتر از این استفاده کردن. به هر حال یعنی من میخوایم بگم که ببینیم شما 11,000 بیشتر از 11,000 تفنگ به دست آمده. اعتراض ها را قبول میکنیم که تفنگ های کونه بوده و بعضی ناراض بودن، بعضی واقعی نبوده، در حالی که ما بیومتری داشتیم و دیده میشد که اصلی و بدلی هم تفاوت داشته باشه. اصلی اینا از مخالفین مسلح بوده باشند و سلاحی که اینا به زمین گذاشتن، یعنی در حدود 6,000 میل سلاح خفیف و نیمه ثقیل و به یک حساب انگشت شماری تقریبا امو پولی که شورای عالی صلح، اونایی که به نام شورای عالی صلح به دگرا داده شده اونا نه، به خود شورای عالی صلح که شده
امو پول امی سلاحایی که به دولت داده شده امو سر از اورم می پوشاند. چرا حکومت به مردم و به احزاب سیاسی مراجعه نمیکنه؟ شما دیدگاهتون این است که اینا بیشتر کاری میکنن که خودشان میخواهند، اما مراجعه به مردم، مراجعه به احزاب سیاسی وجود نداشته. زمانی هم که مراجعه میشه، شما به عنوان رئیس یک نهضت میگن که به خانه ما میان یک چیز میگن، ولی در بیرون کار دیگر میکنن. چرا یک چنین سیاست از جانب رهبری وجود داره؟ متاسفانه اینا به مو فلسفه ای که شر بیانداز و حکومت کن، اینا به نمو فلسفه هستن. اینا حکومت داری خدا به می بنا و پیش میبرن. یک علتی که سرزی حکومت اعتماد کسی نمی و طالبان نمی خواهیم رای زینا صحبت کنه، در قطر بسیار به صراحت بر ما گفتن که رئیس جمهور دروغگوی است، ما هم رای رئیس جمهور گپ نمیزن. با ما دروغ گفت، ما دیگه هم رایش صحبت نمی کنیم. حکومت موقت بیای، ما حاضر هستیم که بیاییم صحبت کنیم. اگر یک هیئت می بود که صلاحیت صحبت کردن می داشت، باید سینمی مسئله را امرای حکومت گپ می زد و برش می گفت که تو استعفا کن که یک حکومت موقت بیا به این مملکت صلح می آید. خب چنین چیزی در حال حاضر فکر می کنید؟ اینه دیگر شما برین نال آقای اشرف غنی را بگوین که تو ریاست جمهوری را اعلام بده که این مملکت صلح بیا. او میگه ما پدر صلح هستم، بدون از ما هیچ کس دیگه صلح آورده نمیتونه. وقتی که خودخواهی و جاه‌طلبی به این سرحد باشه، یقین داشته باشین که در این مملکت نه صلح میآید و نه جنگ آرام میشه. صلح قربانی کار داره. صلح مثل که جناب قاسمیار صاحب گفتن، اونو تو شهادت ها را پیش روی داره. تا اینا را قبول نکنه آدم به صلح نمیرسه. خب شما گفتن که طالبان از رئیس جمهور غنی ناراض هستن. من برنامه قبلی را که با شما داشتم، شما دقیقاً هم قصر هم کردن که چرا ناراض هستن. حال تا زمانی که دور کاری حکومت وحدت ملی پوره میشه، پس معلوم میشه که طالبان به حکومت لبیک نمیگن برای صلح که رئیسش نمیگن. به این حکومت نمیگن. به این حکومت خو هیچ کس لبیک نمیگه. دمی حکومت خو من فکر نمیکنم که 90% افغانستان لبیک بگه. بدون از اونمو اطراف ارگ و اونمایی که در کرسی های به نام وزارت و ریاست شیشتن. که به یقین که وقتی که تنها باشن اونما هستن که شکایت دارن زیادتر از رئیس جمهور، و وقتی که در پیشروش باشن باز دیگه دست و پای میبوسن. تا که اینمی چاپلوسا گم نشده باشه و کار به اهل کار و بر آدمای نجیب افغانستان داده نشده باشه، به هیچ صورت ما نه شاهد صلح میباشیم، نه شاهد ترقی و نه هیچ وقت از اینی اسارتی را که خارجی ها آل بالای ما آوردن از این خلاص میشه. آقا ایگلانی، یک طرف شما میگین مردم یا 90% میگین که لبیک نمیگن به حکومت. حلقه هم که رئیس جمهور در اسارت خود دارم، شما یک اصطلاح برش استفاده کردین که من نمیخوام تکرار بکنم. حال امی وضعیت چطور مدیریت شوه؟ یک طرف یک گروه مخالف مسلح است که هر روز میکشه و هر روز دست به انتحار انفجار میزنه و خواسته داره. یک طرف مردم است و یک طرفی حکومت است و حلقه ای که رهبری را گرفته. متاسفانه قربانی را ملت میده. اونمو اکثریت خاموش که کسی آوازشان نمیشنه و قربانی را او میده و از حکومتی ها هیچ کس قربان نمیشه، به خاطر که دیوال های بسیار کلان دور خود تو دادن در اونجا میشینه. همین وضعیت چطور مدیریت شده؟ این وضعیت وقتی مدیریت میشه که مدیر خودش علاقه ازیر داشته باشه که در این مملکت باید اصلاح. خب حالا ظاهرا گفتم که مدیر علاقه ازیر نداره. که نداره، این می جنگ است که شما جوانا سوخت از می جنگ هستین و در می جنگ خرد بودین، کلان شدین، جوان شدین و پیر میشین و هیچ وقت هم شاهد صلح نخواد باشین و جنگ خواد باشه، عسکر خارجی هم اینجا خواد باشه و هر روز دست ما بر خارجی ها دراز باشه که لطفا بیاین بر ما کمک کنین، گندم متین، یک کم گندم هندوستان کمک کرده، در هر ولایت که میرسه از والی تا به پیاده کلی که پیشوریش میرخصه که گندم هندوستان آمد. از اینی عاجزی و بیچارگی و از این رخصیدن خود خلاص کنیم، خودکفا شویم، در مملکت خود آرامی بیاریم و مثل دیگه جهان واره صاحب عزت و حرمت شویم که هر جای بریم از ما پذیرایی کنن. ما خارج میریم وقتی این پاسپورت ما را میگه افغان، میگه برو دیگه نالونجه بیشی. از این سر تا پای آدم لچ میکنن و تالاشی میکنن که یالی باش که به من آورده باشه. این به این حد ما حقیر و بیچاره و خجالت شدیم پیش جهان که دیگه توان سفر کردن به یک
حکومت یک مملکت اروپایی نداره، میگن که اینا کلگی آدم کش هستن. این کلش علتش نبود یک رهبری سالم در رأس حکومت است که ملت افغانستان به می بدبختی رو برسه. اما زمانی که ملت به می حالت میرسه که شما تشویش داشتین، چرا یک مدیر در سطح رهبری چون این فکر نداره که باید مردم از این حالت کشیده شود، هم از این قربانی و هم از ذلتی که میشه؟ آن وقتی که یک مدیر بعد از 40 سال در مملکت خود آمده باشه و امریکایی دستش بالا کرده باشه که تو رئیس جمهور هستی، او فقط سر از اونمو فکر میکنه که یک چند روز حکومت است، میکنم که روزی که پوره شد و مردم افغانستان به من رای ندادن، پس میرم در اونجا معلمی خودم میکنم و یا شاهانه زندگی میکنم و وی آی پی زندگی میکنم و هر کس هم میگه که هی چیز است، رئیس جمهور پیشین افغانستان است، در هر جای برش قالین سرخ آور کنن. اینا اگر نیت صلح همه داشتن، اینا باید است بسیار فقیر میبودن. خودش در هلیکوپتر تا میدان میره، کل راههای میدان بسته میکنه. ملت رهبرش اونوست که در مابین مردم خود باشه، دلاور در مابین مردم داره. در کنار همین موردها که شما مطرح کردین، برخی یا بیشترین دیدگاه ها در میان سیاسیون بیرون از حکومتی است که حکومت در تلاش مهندس کردن انتخابات است. از موضوع برنامه اگر دور نشیم، بسیار کوتاه در این باره میخواییم دیدگاهتان داشته باشم. آیا فکر میکنید که ما در واقع به طرف دور بعدی حکومت وحدت ملی میریم که همینا مدیرای افغانستان خواهد بودن؟ مطلق این همینا الا نمیتن، بین خود جور آمدن، به خداگه چوکی رو الا بتن، مگر ای که اونمو حالت ترکی و حفیظ الامین و اینا سرشان شود. غیر از او این مملکت اینا قباله کردن پیش خود و امرای امریکایی ها جور آمدن، هم امریکایی ها در اینجا میمانه، هم اینمی به اصطلاح حکومت وحدت ملی میمانه و بس. تشکر. آقای قاسمیار، مضمون واضحی که در گپای آقای گیلانی وجود داره ای است که طالبا با همی حکومت هیچ وقت لبیک نمیگن، به دلیل مشکلی که در زمان انتخابات اگر اشتباه نکنم آقای گیلانی میان آقای طالبان، میان طالبا و آقای اشرف غنی یک وعده که صورت گرفته و بعدن نشد، که اینا میگن ما زمانی که برفتیم به قطر طالبا بسیار واضح اصطلاح دروغگو رو برای جمهور استفاده کردن، پس ما در حقیقت در تاریکی مشت میزنیم؟ بیایم اینو بگوییم که خونریزی و جنگ جز تباهی و مرگ و ویرانی خانه دیگه دستاورد نداره و وقتی که ما این میگیم به هر دو طرف مطرح است، یعنی امیدوار هستیم هر دو طرف ای بفهمن که جنگ راه حل نیست و بدیل انسانی و اسلامی مسئله صلح است که یک روز اولتر بهتر. یعنی شما فکر کنین که اگر ما یک روز پیشتر یک عده اطفال از کشته شدن ناحق اینا را نجات بدیم، این به نفع کشور است. دیگه ما میخوایم که یک صحبت های آسف به یاد ما آمد یک مقوله از بزرگای دین ما که از این قرار است که رئیس القوم خادمهم، رئیس قوم خادم قوم است. دیگه امیدوار هستیم که ما انشاءالله و تعالی شاهد امید مسائل باشیم. تشکر. آقای قاسمیار، بسیار کوتاه در این اصطلاحی را که استفاده کردین میخواییم دیدگاهتان را داشته باشم. شما به نحو ناراض از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان معلوم میشین. یعنی این مسائل ما چون مأموریت صلح داریم، خب من خودم شخصا امی بار سنگین احساس میکنم، از او واسطه من نمیخوایم چیزی بگویم که او به پروسه صلح ضرر برسان. من از خدا امو روز میخوایم که یک روز پیشتر مردم ما یعنی از این جنگ و خونریزی خلاص شده باشند و یک نفسی به راحت بکشن. به خدا حق اساسی مردم ماست که اینا به صلح و امنیت زندگی کنند، که از این حق اساسی اینا محروم ساخته شدن. تشکر. آقای گیلانی، با تمام چالش هایی که وجود دارن، در همین بحث هم چالش ها بسیار زیاد سرش تمرکز صورت گرفت، چه وقتی مردم به دنبال سفرشان به دنبال صلح دیگه تکمیل میشه و صلح و ثبات که آرزوی دیرینه مردم است ای تأمین میشه و دیگه سرخط خبرها قتل و کشتن نیست و آبادی و
آزادی است. ما با می امید زنده هستیم که شاهد از می باشیم. عمر ما و قاسمیار صاحب، ما آفتاب سر کوه هستیم، شاید هر دقیقه غروب شوه. ولی خدا کنه که شما دیگه شاهد جنگ نباشید، اولادای ما شاهد جنگ نباشه، این ملت، این مملکت از این بدبختی خلاص شوه و شاهد صلح باشن و شاهد آبادی از این مملکت باشن و باز با عزت و با شرف مثل که ما در زمان ظاهرشان رو داوود خان زندگی کردیم، اونو متر زندگی کنین و در هر جای قابل استقبال و با محبت به چشم محبت سونتان ببینه و تالاشیتان دیگه نکنه. تشکر آقای گیلانی و آقای قاسمی آرازی که به بحث تشریف آوردین. سپاس از شما نیز که تا این دم بازنگار دنبال کردین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار شما.